درود فراوان بر شما بینندگان و همراهان خوب برنامه مردم تیوی. من مهناز موسوی از استکهلم سوئد با برنامه دیگر در خدمت شما هستم. همون گونه که من از قبل میشناسید، من مهناز موسوی از سال 2016 در استکهلم سوئد به همراه همسرم پدرام طنازی زندگی میکنم. در ایران 8 سال تکنسین اتاق عمل بودم و در بیمارستان‌های متعددی کار میکردم. در سوئد پس از یادگیری زبان سوئدی به عنوان کمک پرستار اتاق عمل در یکی از بیمارستان‌های استکهلم مشغول به کار هستم. امروز با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستم و میخوام در مورد بازگشت مجدد گشت ارشاد به خیابان‌های ایران و همچنین در مورد فعالیت‌هایی که ما ایرانیان خارج از ایران انجام میدیم بر علیه جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران هستیم صحبت کنم. ما همیشه میگیم قاتل به صحنه جرم برمیگرده و داریم میبینیم جمهوری اسلامی گشت ارشادش بار دیگر تو خیابان‌های ایران به دختران ما تجاوز میکنه، میزنتشون، دستگیرشون میکنه و میبرتشون با خودشون به زندان‌ها و خودمون میدیم تو زندان‌ها چه بلای سر دختر ایرانی به وجود دختران ما میارن. اگر این کارو نمیکردن یعنی بود که قبول کرده بودن که مهسا رو کشتن، کما که ما همه میدونیم که مهسا رو چجوری کشتند، ولی جمهوری اسلامی همچنان منکرشه. البته این کار اونا دیگه فایده نداره و خاطر که برای همه دنیا مشخص شده که اینا مهسا جینا امینی رو چجوری کشتن، گشت ارشاد علی خامنه‌ای چجوری مهسا جینا امینی رو کشت و الان چجوری دنبال یک مقتول دیگه هستند. چرا این کار رو میکنه علی خامنه‌ای؟ به خاطر اینکه تو تمام به قول خودش سیلای محکمی که اخیراً زده، تمام توطئه‌هایی که در کشورهای مختلف کرده شکست خورده. اخیراً توی آتش بازی که با پول مردم ایران تو آسمان اسرائیل انجام داد و خودشون هم میدونستن که شکست میخورن، ولی خب پول عکس خلیفه است دیگه، دارن پول مردم ایران خرج میکنن دیگه، شکست خود در صورتی که میدونستن هم شکست میخورن دیگه. علی خامنه‌ای در روزهای آخر عمرش به خودش خیال کرده که حداقل توی جنگ علیه آزادی، جنگ علیه زنان ایران میتونه پیروز بشه، ولی زهی خیال باطل. ما زنان ایران قوی تر از اون چیزی هستیم که کوتاه بیایم و به عقب برگردیم. ما با تمام توانمون وایستادیم و به قول معروف این موقع ما یه پا بیشتر نداره، آزادی تا تهش. هیچ علی خامنه ای تو این نبردت هم شکست میخوری. جمهوری اسلامی، ولایت آخوندها، شما تو این نبرد شکست میخورید و خودتون هم میدونید. پس بازی کثیفتون رو به زودی تموم بکنید و الا ما تمومش میکنیم. ما ایرانیان خارج از ایران کابوس جمهوری اسلامی هستیم به شکلهای مختلف، با تظاهرات، با بلاک، با ایمیل هامون به نمایندگان مجلس، به نخست وزیران کشوری که درشون زندگی میکنیم. این ایمیل من هستش به نخست وزیر سوئد و وزیر امور خارجه سوئد. البته من ایمیل خودم و اسمش و آدرسش رو پاک کردم، اسم من رو اینجا میبینید و آدرسی که برشون فرستادم به نمایندگان مجلس، یعنی وزیر امور خارجه سوئد و نخست وزیر، اسم نیکا شاکرمی، توماج صالحی، حمید رضا روحی، کیان پیرفلک رو میبینیم. چی گفتم تو ایمیلم؟ گفتم که علی خامنه‌ای چجوری گشت ارشادش رو دو مرتبه تو خیابونا فرستاده و چه بلایی دارن مجددن به سر دخترهای ما میارن، چه بلایی تو زندان ها بر سر دختران ما میارن، بهشون تجاوز جنسی میکنن به خاطر حق، چیزی که حق مسلم یه انسانه، آزاد باشه، بخواد حجاب داشته باشه نداشته باشه، اونا رو میزنن، دستگیرشون میکنن و تجاوز میکنن. نیکا شاکرمی رو چجوری کشتن؟ چجوری بهش تجاوز کردن؟ سپاه پاسداران چه کاری با بدن بیجان نیکا شاکرمی کرد؟ نیکا شاکرمی که تا آخرین لحظه از خودش دفاع کرد و تسلیم نشد. اونا میخواستن بهش تجاوز کردن و تجاوز کردن و آخر سر هم پیکر بیجانشون رو گوشه خیابون ول کردن.
فکر میکردن که این هیچ وقت برملا نمیشه، ولی الان همه ما میدونیم که چجوری مینیکا کشته شد. توماج صالحی رو به خاطر اینکه تو شعراش از فقر میگه، از دزدی نظام میگه، از مشکلات بیکاری و مشکلات اجتماعی صحبت میکنه، به اعدام محکوم کردن. چرا؟ نه تنها حکم اعدامش باید منسوخ بشه، بلکه باید آزاد بشه. حمیدرضا روحی جوان 19 ساله رو با سلاح جنگی به قفس، با شلیک سلاح جنگی به قفسه سینه‌اش کشتن. کیان پیرفلک 10 ساله رو کشتن. ازشون خواستن با خانواده های اینا صحبت کنن، تماس بگیرن، با پدر حمیدرضا روحی، با مادر کیان پیرفلک، با خاله و مادر نیکا شاکرمی صحبت کنن، حقیقت ماجرا رو از دهن خودشون بشنون. نه اینکه سفیران جمهوری اسلامی رو بخوان و از اونا توضیح بخوان. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، چه برسه سفیرانش بخوان نماینده اون مردم ایران باشن. نه تنها سفیرانشون باید از کشورهای اروپایی اخراج بشن، بلکه باید سفارت خونه هاشون بسته بشه. اصلا اونا لزومی نداره، اصلا نماینده مردم ایران نیستن. آرزو میکنم، در نامم آرزو کردم که یک روزی باشه که دیکتاتوری خامنه‌ای به پایان برسه، و برای رسیدن به این مسئله ما باید همه در کنار هم باشیم، ما باید همه در کنار هم تلاش بکنیم و بایستیم در مقابل دیکتاتوری‌های مثل دیکتاتوری جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای. از تمام ایرانیانی که در خارج از ایران، در اروپا، آمریکا، هر کشور دیگه زندگی می‌کنن، می‌خوام ایمیل بزنید، نامه بزنید، از نمایندگان مجلس بخواین اعتراضاتتون رو، اعتراضات مردم ایران رو، صدای مردم ایران باشید، به گوششون برسونید. علاوه بر تظاهرات، که اگر اینستاگرام من رو دنبال میکنید به اسم مهی، تو اینستاگرام اسم من رو سرچ کنید پیدا میکنید، عکس من هستش. تو قسمت تظاهرات استکهلم، تظاهرات ما که تو استکهلم داریم رو میتونید پیدا بکنید و به ما ملحق بشید. اطلاعات همه چی آپدیت میشه هر هفته. علاوه بر اینکه تو تظاهرات شرکت کنید، ایمیل بزنید، بلاگاتون ادامه بدین، اینا خیلی تاثیرگذار هستش. چیزی که تو ایمیل هم خواستم، تروریسم شناخته شدن سپاه پاسداران. خیلی خیلی مهم هستش که سپاه پاسداران به عنوان تروریست شناخته بشه و تحریم بشه. ما پارلمان، انتخابات پارلمان اروپا رو داریم از 6 تا 9 ژانویه. ایرانیان زیادی در اروپا زندگی میکنن که رأیشون خیلی خیلی تاثیرگذار هستش و قطعاً رأی ما کسایی خواهند بود تو انتخابات پارلمان که در کنار مردم ایران هستن، نه در کنار جمهوری اسلامی، در کنار مردم ایران هستن برای از بین بردن جمهوری اسلامی و به ما کمک میکنن که سپاه پاسداران رو در قدم اول، سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار بدیم. این مسئله نقش خیلی اساسی رو بازی میکنه. فکر نکنید مردم ایرانی که فکر میکنید ما ایرانی هایی که خارج از ایران هستن رفتن به زندگیشون رسیدن و دیگه با ما کاری ندارن. نه، نمیشه. ما در مدارس جمهوری اسلامی درس خونیم، بزرگ شدیم و میدونیم خطر جمهوری اسلامی یعنی چی. خود جمهوری اسلامی سلول سرطانی که رشد شده، رشد کرده، باید از بین بره. ولی پرتوزداییش، یعنی اون افکار جمهوری اسلامی که گروه های جمهوری اسلامی از خودش باقی گذاشته تو کشور دیگر رو، ماها باید از بین ببریم. ما نمیتونیم سکوت کنیم. کسی که ظلم رو میبینه سکوت میکنه، از نظر من خودش ظالمه. من با عده اصلا ارتباطی ندارم. مهسا جینا امینی خواهر من بود، اصلا خود منم، نیکا شاکرمی دختر من، خواهر من. روزی که هواپیمای اوکراینی به دست تروریسم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نابود، سرنگون شد، من از اون روز تا حالا دارم قرص اعصاب استفاده میکنم. یعنی انقدر مهمه همه چی، انقدر که جمهوری اسلامی، نابودیش، جهانی بجز جمهوری اسلامی، جهانی بدون جمهوری اسلامی، آری از جمهوری اسلامی مهمه. پس باید در کنار هم وایسیم، دست در دست هم در کنار هم وایسیم تا
یک جهانی آری از هر گونه دیکتاتوری جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای داشته باشیم. مواظب رأیتون در پارلمان اروپا باشین و امیدوارم روزی برسه که در کنار هم دیگه برای ایران آزاد و به دور از دیکتاتوری آخوندها جشن بگیریم. با برنامه دیگر شما را خواهم به زودی خواهم دید. ممنون که این برنامه را دیدین و امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. روزگار خوش. خداحافظ.